داستان شاهزاده‌ای که میمون شد. سلام دوسته گلم، امروز اومدم براتون تا داستان شاهزاده‌ای رو تعریف کنم که بعد از گم شدن تو جنگل با یه طلسم تبدیل به میمون شد. با من همراه باشی تا ببینیم این شاهزاده چجوری میتونه انتقام خودش رو بگیره. در زمانهای قدیم در شهر دمشق یه پادشاهی زندگی میکرد که دو پسر داشت، پسر بزرگتر به نام علی و پسر کوچکتر به نام حبیب. علی بسیار پسر مهربان و دست و دلبازی بود، برعکس برادرش حبیب که پسر زیرک و سنگدلی بود و به کسی رحم نمی کرد. برادر کوچکتر مدت‌ها بود که چشم به تخت پادشاهی داشت و می‌خواست ولیعهد باشه، ولی علی رو سد راه خودش می‌دید تا اینکه برای علی نقشه کشید تا از سر راه برداره. یه روز که دو برادر با هم به شکار رفته بودند، حبیب سربازهای خودش رو توی جنگل مخفی کرد و وقتی شاهزاده علی رو دیدن بهش تیراندازی کنن و بکشنش. شاهزاده حبیب در جنگل به بهانه اینکه مثل زمانهای قدیم دو برادر تنها به شکار برن، همراه برادرش علی از همراهاشون جدا شدن و تنهایی به دل جنگل رفتن. مشغول شکار بودند که سربازهای شاهزاده حبیب شروع به تیراندازی کردند. شاهزاده علی فرار کرد، با اسب به دل جنگل انبوه زد. شب شد و علی سوار بر اسب دنبال راه برگشت بود تا به قصر برگرده، که یه دفعه چشمش به یه دختر شنل پوش خورد که نشسته بود رو زمین و با ناراحتی گریه میکرد. شاهزاده علی جلو رفت و پرسید چی شده؟ چرا ناراحتی؟ دختر وقتی صدای سوار رو شنید بلند شد و گفت اسم من دلرباست. من دختر یه تاجر بزرگم. اینجا همه زمین‌های پدر منه. داشتم با اسبم توی زمین‌های پدرم گردش می‌کردم که یه ببر پرید جلوی اسبم. اسبم ترسید و منو انداخت زمین و فرار کرد. ببرم دنبالش رفت. حالا من نمی‌دونم بدون اسب چجوری به خونه برگردم. شاهزاده علی گفت: اصلاً نگران نباش. من با کمال میل حاضرم تو رو به خونت برسونم. شاهزاده دست دختر رو گرفت و اونو سوار اسب کرد و به سمتی که نشون داده بود رفت. به زودی به یه عمارت با شکوه رسیدن که اطرافش پر از چشمه و گلهای زیبا بود. دلربا از اسب پایین اومد. به شاهزاده گفت به من افتخار میدی میزبانت باشم؟ الان دیر وقته، شما پیش ما باش، فردا صبح حرکت کن به سمت مسیر خودت. شاهزاده علی که مسیر برگشت و بلد نبود قبول کرد. دختر گفت صبر کن تا من برم به پدرم خبر بدم، بعد شما رو بهش معرفی کنم. شاهزاده قبول کرد و در باغ امارت مشغول گشتن و قدم زدن شد و از زیبایی های باغ و خنکی هوا در شب لذت برد. دلربا داخل امارت رفت. در این هنگام علی یه خرگوش کوچولو و زیبا دید. دوید دنبالش تا بگیرتش. خرگوش فرار کرد و رفت نزدیک امارت. علی هم دنبالش رفت. رفت تا رسید زیر یه پنجره بزرگ توی امارت. یه دفعه صدای دلربا رو شنید که توی اتاق داره با یه کسی صحبت میکنه. دلربا گفت سرورم خوشحال باشید، برای غذای شما مرد جذابی رو آوردم. صدای دیگه برگشت گفت آفرین دختر، کارت خوب بود، خیلی دوست دارم اونو بخورم، بریم زودتر ببینمش. شاهزاده با شنیدن این حرفا شروع کرد به فرار. هنگام فرار به یه پیرزن مرموز خورد که شالو روی سرش پایین میکشید. پیرزن به شاهزاده گفت هی مرد جوان، با این عجله کجا میری؟ صدای اون زن به قدری ملایم و نگاهش به قدری خوب بود که علی بهش اعتماد کرد و گفت من از جانم میترسم، چون شنیدم میخوان منو بکشن، گوشت منو بخورن. وقتی پیرزن حرفاشو شنید غم عمیقی تو چهرش نشست. آهی کشید و گفت افسوس از بخت بد، دلربا دختر منه، ما اسیر دست یه دیو شدیم. اون از دلربا میخواد تا از زیباییش استفاده کنه و مردها رو به دام بندازه تا اون بتونه اون مردها رو بخوره، وگرنه گفته که ما شام اون میشیم و ما رو میخوره. در این هنگام صدایی بلند شد. صدای دلربا بود که میگفت شما کدوم گوری بودید که اون سوارکار لعنتی فرار کرد؟ اون سوارکار رو پیدا کنید و بیارید اینجا، وگرنه همتون رو میکشم. بلافاصله بعدها تو تمام باغ پراکنده شدن و شروع به گشتن کردن. علی زیر لب گفت من نمیتونم از دستشون فرار کنم، کارم تمومه. پیرزن دست شاهزاده رو گرفت و با عجله بهش گفت همین راهو ادامه بده، برو به باغ وسطی،
اگه شانست خوب باشه، عمرت به دنیا باشه، اونجا یه میمون رو میبینی. دستشو بگیر تا جونت نجات پیدا کنه. علی بلا فاصله دوید و خودشو به باغ وسطی رسوند. از شانس خوبش میمون روی یه تیکه چوب نشسته بود و داشت نگاش میکرد. علی با عجله رفت جلوی میمون. میمونم که گویی منتظر علی بود، دستشو دراز کرد. علی دست میمون گرفت و تو یان تبدیل به میمون شد. پیرزن که پشت سر علی داشت میومد داد زد: برو برو خودتو نجات بده، بهتر میمون باشی تا شاهزاده ای که مرده. میمون با جیغ و داد روی درخت پرید، از شاخه به شاخه دیگه تا به یه بندرگاه رسید. یه کشتی دید پر از کالا که در حال رها کردن طنابهای کشتی بودن تا به دریا برن. میمون به سرعت برق به دور از چشم ملوانان که روی عرشه بودن وارد کشتی شد. دو روز توی انبار کشتی پنهان شد، ولی چون گشنه شده بود به امید پیدا کردن غذا از مخفیگاه خودش خارج شد و به عرشه رفت. کارکنان کشتی اونو دیدن، دنبالش دویدن تا میمونو به دام بندازن. میمون یه طناب پیدا کرد و خودشو بالا کشید، رفت روی دکل کشتی. از اون بالا شروع کرد به مسخره کردن ملوانان و گفت: اگه برگردم به قیافه اصلیم حسابتون رو میرسم. این کار باعث خنده و شادی ملوانان شد. ناخدای کشتی که سر و صدا رو شنیده بود از راه رسید. از خوششانسی علی ناخدا مرد خوبی بود. وقتی دید همه کارکنان کشتی دارن میمون رو اذیت میکنن، از میمون حمایت کرد. میمون رو نزد خودش برد توی کابینش و در ادامه راه علی که مثل میمون بود تو کابین ناخدا موند، باعث سرگرمی ناخدا شد. ناخدا هم بهش غذا میداد و نوازشش میکرد. میمون رو خیلی دوست داشت. چند ماه از سفرشون گذشت. کشتی تو ساحل یه جزیره لنگر انداخت. بلافاصله یه تاجر ثروتمند دنبال ناخدا فرستاد. وقتی ناخدا رو دید بهش گفت: اخیراً نوازنده من مرده. من بسیار ناراحتم. عادت داشتم با صدای موسیقی اون بخوابم. تو تمام جزیره کسی نیست که بتونه مثل اون ساز بزنه. تو کشتید کسی رو نداره که بتونه آهنگ بزنه؟ من بهت انعام خوبی میدم. ناخدا گفت: فکر نمی کنم. افراد کشتی من آدم های ساده و معمولی هستن. اما به خاطر تو بهشون میگم که شانسشون رو امتحان کنن. تمام افراد کشتی به امارت با شکوه تاجر رفتن، ولی هیچ کدوم نتونست کوچکترین آهنگی بزنه. تاجر با ناراحتی گفت: افسوس، برای همیشه جای نوازندم باید خالی باشه. در این موقع میمون که روی شونه ناخدا نشسته بود با علامت به همه فهموند که میخواد موسیقی بزنه. تاجر ابتدا خندید و گفت: این حیوان رو ببین، میخواد ادای آدم ها رو در بیاره. اما میمون اونها رو سرگرم کرد و تونست به وسایل موسیقی برسه. شاهزاده که در قصر پدرش موسیقی رو یاد گرفته بود و به خوبی بلد بود ساز بزنه، در برابر همه تماشاچی ها که هاج و واج مونده بودن شروع کرد به نواختن یه آهنگ زیبا. همه با تعجب و ناباوری داشتن نگاش میکردن. تاجر با تعجب گفت: این حیوان دوست داشتنی تو به من بفروش. من به اندازه وزنش به تو الماس میدم. ناخدا با اینکه میمونو خیلی دوست داشت ولی قبول کرد و ثروتمندتر از قبل به کشتی برگشت و راه افتادند و رفتند و جزیره رو ترک کردند. تاجر یه دختر داشت به اسم فیروزه. دخترش رو بسیار دوست داشت. فیروزه رو صدا زد تا میمونو بهش نشون بده. فیروزه با شتاب اومد. تاجر در حالی که میخندید گفت: فیروزه عزیزم، بیا میخوام نوازنده جدیدم رو بهت نشون بدم. فکر میکنم از دیدنش حسابی تعجب کنی. فیروزه برگشت گفت: پدر، من که روبند ندارم، نمیتونم جلوی یه مرد ظاهر شم. تاجر گفت: دخترم نوازنده من که مرد نیست، میمونه. علی که در جلد میمون تلسم شده بود با دیدن زیبایی فیروزه دیوانه‌وار عاشقش شد. وقتی فیروزه از پدرش خواست که میمونو به اون بده، علی بسیار خوشحال شد. فیروزه به پدرش قول داد که مثل بچهش از میمون مراقبت کنه. تاجر که فقط یه دختر داشت و بسیار دوستش داشت، نتونست باش مخالفت کنه و قبول کرد که میمون پیش فیروزه باشه. از همون موقع هر جا فیروزه میرفت، حتی موقع غذا خوردن، تفریح، خواب، همه جا علی همراه فیروزه بود. به این ترتیب میمون تنها همدم و همبازی فیروزه شد. فیروزه هر زمان اونو میدید خوشحال بود.
و اونو نوازش میکرد و به کارهاش میخندید و بهش غذاهای خوشمزه میداد. هر روز که میگذشت عشق و علاقه شاهزاده علی به فیروزه بیشتر میشد. تا اینکه یه روز پدر فیروزه مریض شد. به فیروزه گفت که کشتی تجاریشون باید بره به سمت دمشق. قرار معامله بزرگی رو با پادشاه دمشق داشته باشه. باید رأس تاریخ مشخص تو دمشق باشه. ولی خودش به خاطر بیماری که داره نمیتونه از فیروزه خواست تا جای پدرش بره و معامله رو انجام بده. فیروزه به پدرش گفت تا اجازه بده میمونم با خودش ببره. پدرم با کمال میل قبول کرد. شاهزاده علی در طول راه حال ثابتی نداشت. گاهی آروم و گاهی در تلاطم بود. از یه طرف خیلی خوشحال بود که به سرزمینش برمیگرده. از طرف دیگه از اینکه ممکن بود برادرش حیبو ببینه ناراحت و عصبی بود. فیروزه توی مدت فکر میکرد رفتار عجیب میمون برای دریا زدگیشه. مرتب میمون رو نوازش میکرد. وقتی به دمشق رسیدن از شانسشون شاهزاده حبیب اون روز برای سرکشی به کشتی های خودش اومده بود به اسکله که متوجه کشتی فیروزه میشه و وارد کشتی فیروزه میشه تا ببینه بارش چیه. ولی وقتی شاهزاده حبیب داشت با فیروزه صحبت میکرد میمون به شدت اونو گاز گرفت. شاهزاده حبیب که از این کار میمون به شدت عصبانی شده بود علی‌رغم گریه و التماس‌های فیروزه بلافاصله دستور داد تا میمونو بکشن و بلافاصله دنبال جلاد فرستاد. اما وقتی جلاد شمشیرشو برد بالا تا سر از تن حیوان بیچاره جدا کنه فیروزه دخالت کرد و گفت اگه میخوای اونو بکشی منم باید بکشی. شاهزاده حبیب که آدم مغرور و سنگدلی بود عصبانیتش به اوج رسید. دستور داد اونم بگیرید بکشید. در همین موقع پادشاه که قرار بود بار کشتی تجاری رو از نزدیک ببینه از راه رسید. ولی قبل از اینکه بتونه سوار کشتی بشه و عکس العملی نشون بده جلاد شمشیرش رو برد بالا. فیروزه غمگین و ناراحت میمون رو بغل کرد و آماده مرگ شد که معجزه ای رخ داد. علی دوباره به شکل اولیه خودش به شکل شاهزاده علی برگشت. چون همونطور که از قدیم هم گفتن هیچ جادویی در برابر عشق صادقانه دوام نمیاره. جلاد با دیدن این صحنه از تعجب خشکش زد. شمشیرش به زمین افتاد. پادشاه که پسر گمشده‌اش رو دید بلا فاصله سوار کشتی شد و پسرش رو در آغوش گرفت و بی نهایت خوشحال شد. اما حبیب بی‌رحم وقتی برادر بزرگتر خودش رو دید از ترس اینکه جانش رو از دست نده بلا فاصله خودش رو زیر پای علی انداخت و تقاضای بخشش کرد. علی و فیروزه با هم ازدواج کردند و سالهای زیادی با خوشی زندگی کردند. دوستای گلم، امیدوارم از این داستان لذت برده باشید و امیدوارم هر کدوم از ما توی زندگی واقعی هم بتونه عشق واقعی خودشو حس کنه. اگه داستان رو دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید تا داستانهای بعدیمون رو از دست ندید.